بعد ما جمع شدیم به مناسبت انتشار کتاب یادنامه شجاع‌الدین شفا به دعوت سرکار خانم ساسانفر و جناب آقای ساسانفر. ازشون سپاسگزارم، همینطور از خانم یاسمان ساسانفر، از آقای پویان و تمام همکاران انجمن فرهنگی میراث ایران. بیت این جلسه ایست که ما الان داریم، شاید برای من اصلا در زندگانیم این لحظه تاریخی باشه و شاید دیگه برای همیشه روی این فکر بکنم، روی یعنی با این اطمینان این روزهای آینده رو بگذرانم. اینی که من به عنوان یک خدمتگزار خیلی دیرینه فرهنگ ایران، به عنوان یک عاشق فرهنگ ایران، به عنوان یک علاقمند به این فرهنگ، به عنوان یک کسی که با این فرهنگ زندگی کرده و با این فرهنگ خواهد مرد، چهل سال کنار او کار کردم و زندگی کردم. خاطر ندارم که یک روز به مملکتش خدمت نکرده باشه. با خود گذشتگی فراوون، اصول اخلاقی که بیشتر از هر چیز برای او اهمیت داشت، عشق به ایران و فرهنگ ایران بود. وقتی ایران ترک کرد، تنها دارایی بود که با خودش بود و این عشق بود که به او قدرت بی نظیر داده برای دفاع از فرهنگ ایران و روشنگری. خبری که امروز بدون انتظار قبلی یک پیام محبت‌آمیزی از طرف اولیازاد فرح پهلوی شهبانو ایران برای افتتاح این جلسه رسیده که من افتخار خوندنش دارم و خیلی باعث خوشحالی من شد، فکر کنم باعث خوشحالی همه ایرانیه باشه، چون این بانوی گرامی، گرانقدر و گرانمایه در این 30 چند سال اخیر تنها کسی بودن که برای ما ایرانی ها احترام و آبرو درست کردن و این سالهایی رو که پدر من اسمشون گذاشته بود سالهای بیوطنی، در زمانی که ما همه فکر میکنم زجر میکشیدیم از دیدن این تصویر فاجعه‌آمیزی که از ایران در روابط ارتباط جمعی و سایر ارتباط جمعی دیده، شنیده و خونده میشد، ایشون تنها کسی بودن که و هستند که برای ما با اعتبار بین‌المللی خودشون و با احترام بین‌المللی خودشون برای ما احترام و اعتبار درست کردن و از این بابت فکر میکنم اینم با وظیفه که خودشون برای خودشون تعیین کردن به عنوان مدافع فرهنگ ایران و یه کاریه که نه پاداش داره براشون و نه و دردسر هم داره، پاداش هم نداره و هیچ چیزی برای خود ایشون نداره و این کاری که معمولا یک مادر برای بچهش انجام میده بدون هیچ پاداش و من فکر میکنم که شاید به القاب ایشون به عنوان ملکه ایران یا شهبان ایران بشه مادر ایران هم خطاب کرد. حتی برای هر ایرانی فرهنگ، هنر و تاریخ پرشکوه ایران در درجه اول اهمیت بوده، هست و خواهد بود. همینطور مبارزان و مدافعان واقعی این فرهنگ که بایستی همیشه مورد تایید ایرانیان باشند و من پشتیبانی از آنان را در راه اعتلاء این فرهنگ والا همواره برای خودم وظیفه دانسته و میدانم. به همین دلیل است که خواستم امروز از طریق این پیام در برنامه یک روز برای شجاع‌الدین شفا و به یاد او با شما باشم. ما تصمیم گرفتیم که این کتاب پدر من رو به صورت کتاب گویا تهیه بکنیم و برای این کار از یک مؤسسه بسیار با ارزشی که به تازگی به همت چند تا از جوانان ایرانی راه افتاده به اسم مؤسسه انتشارات ناکجا استفاده کردیم
و این کتاب وقتی که آماده شد مال پدر من، اینا رو به صورتی تقریبا در حد رایگان در ایران قابل دانلود کردن و استفاده هستش و در خارج هم برای جوانان ما در امریکا و اروپا همه دنیا که بتونن از این در تو ماشین، تو اتومبیل، تو خونه، هر چیزی که میخوان استفاده بکنن و بتونن که از این بهره برداری بکنن. اگر بین تمام رجال ایران فقط یک نفر رو ما بخوایم به اسم ببریم که تمام دین خودش رو نسبت به مملکت خودش ادا کرده است، این مرده. این مرد که با دست خالی بدون اینکه هیچ کمکی داشته باشد از روز اول نام کرد، تلاش کرد، قلم زد، با تمام ناتوانی‌هاش جنگید تا فرهنگ تازه رو برای ما معرفی بکنه. این مرد بزرگترین مسئولیت رو برای خودش حس میکنه به دلیل اینکه معتقد است که هزار سال از شاهنامه میگذره ولی هزار سال هست که ما زنده ایم. برای اینکه در هزار سال دیگر باز هم زنده باشیم بایست یک کار تازه بکنیم. این مرد بزرگ همه تون میشناسید و ما به عشق اسم او آمده ایم، آقای شجاع الدین شفاست که بنده از حضورشون استدعا میکنم که ما رو مفتخر بفرمایند. بخش پایان زندگی استاد بخش روشنگری است. زمانی که در سال 1357 زلزله‌ای بنیاد سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را به لرزه درآورد و یک ایدئولوژی ویرانگر و واپسگرا حاکم بر کشور شد و بر پایه اصول فکری قرون وسطایی و فرهنگ وارداتی زیربنای حکومت خود را ساخت، شجاع الدین شفا برای خود این وظیفه را احساس کرد که مبارزه وسیعی را با این رژیم زر و زور و تزویر با سلاح روشنگری آغاز کند. هویت ملی ایرانی، فرهنگ پارسی و هم فرهنگ اسلامی ایران مورد دستبرد قرار گرفته بودند و او این ضرورت را احساس کرد که با تهیه و انتشار کتاب‌ها با اسناد و مدارک روشن پادزهری در برابر زهر تبلیغات سازمان یافته ضد ملی و ضد ایرانی رژیم حاکم بر کشور باشه و او رو به جامعه ایرانی تزریق کنه. ایران در چهار راه سرنوشت، پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات، از کلینی تا خمینی، تولدی دیگر پس از 1400 سال و مجموعاً 14 کتاب برای مبارزه و روشنگری در خارج از ایران منتشر شد. بلبل بیا با هم در یک جا آشیان کنیم و با یک زبان نغمه سر دهیم. بیا از امروز یاران یک دل باشیم و غم‌ها و شادی‌های خود را با هم درآمیزیم. بهار زیبا گذشته، حالا دیگر موسم خزان است. زمستان نیز چندان دور نیست. دوست من گریه کن، زیرا دیگر گلی بر شاخسار نمانده، گلبن هم در حال افسردن است. دوست من بیا با هم نغمه غم سر دهیم. تو از پژمردگی گل بنال و من از غم ویرانی سرزمینم شکوه کنم. دیگر از بهار زیبا خبری نیست، حالا فصل پاییز است و فردا نوبت زمستان خواهد بود. ای بلبل بیا با هم به یاد گل پژمرده تو و سرزمین بیچاره من ناله غم سر دهیم. بیا دلهای خود را روی هم ریزیم و رنجهای دل را نیز با هم درآمیزیم. ایشون دو تا شانس بزرگ داشتن. یکی شانسی که بتونن
پایه یک فعالیت فرهنگی رو در این جهت استوار بکنن و مورد تقدیر و مورد احترام ایرانی ها قرار بگیرن. و شانس دوم داشتن یک همسر خوب مثل کلودین بود که ایشون به من بارها گفتند که به قدری ایشون یعنی خانم کلودین به ایشون از هر لحاظ کمک کرده و برای نوشتن همین کتاب نمیدونم 3 سال یا 4 سال در اسپانیا آقای شفا سکونت کرد. پسر ایشون که یک جوان بسیار برومند و شایسته هستند نهایت به اصطلاح فعالیت و کمک رو در تمام مسائل برای شناساندن آقای شفا انجام دادن، ولی خب خانم کلودینی کتاب رو چاپ کردن که امروز به همین مناسبت ما دوره هم جمع بدیم. بیشب با خانم کلودین در یه رستوران که بودیم صحبت از همین کارهای آقای شفا شد. من اشاره کردم به کمدی الهی که گفتم خیلی شباهت هایی هست بین زندگی خود آقای شفا و دانته، چون هر دو 20 سال از زندگیشون رو در تبعید گذروندن و بعد هم یکی دیگر از شباهت ها همین مسئله این بود که دانته در اون زمان که کمدی الهی رو نوشت در واقع در یک عصر سیاهی در قرون وسطا زندگی میکرد که نادانی و تاریکی بر زندگی مردم سایه افکنده بود و آقای شفا هم همینطور بعد از اینکه به اینجا اومدن کتابهایی که نوشتن در مبارزه با همین تاریکی بود که الان ایران ما رو گرفته. کتابخانه پهلوی بخش مقدماتی کارش انجام میداد، از لحاظ تهیه مدارک، از لحاظ ساختمانی، از لحاظ تهیه کادرهای متخصص و کادرهای بررسی، مخصوص بررسی. در این 10 سال وقت خود منم اختصاصاً، یعنی در گذشته از کارهای اداری، به طور دائم چه در ایران چه در سفرهای خارجی و چه در تماسهای با دانشمندا و مراکز فرهنگی خارجی و دانشگاه ها و انستیتو ها و تخصصی و اینها، همیشه صرف این شد که حد اکثر مدارک و اسناد رو در باره همین مسئله فرهنگ ایران، به خصوص فرهنگ جهانی ایران در دیدگاه جهانی، گردآوری بکنیم. من شفا رو از نظر اندیشه‌هاش اینطوری می‌بینم: یک مدافع سرسخت آزادی برای همه انسان‌ها، به خصوص برای ایرانیا. دو، وظیفه دار بودن هر فرد برای استفاده از خرد انتقادی در همه زمینه‌های زندگی شخصی و اجتماعی. هیچ مقوله‌ای از زندگی نمیتونه دور از انتقاد باشه و یا خواستار مسئولیت از انتقاد باشه. نکته سوم، این خوشبینی شدید شفا. میدیم بعض البته بعضی وقتا از نظر شخصی، مثلا 2-3 ماه قبل از فوتش ایشون تلفن کرد به من برای که یه مقاله نشته بود در کیان لندن و میخواست من حتما اونو بخونم و احساس کردم که خیلی شکسته و اینا هست، ولی در کارش این شکستگی و نومیدی نیست، درست برعکسه. یعنی یک پیام نیرومند امید در کارش وجود داره که این یکی دیگه از ویژگیاش هست. سرانجام اعتقاد عمیقی به این که ایران قابلیت تجدید حیات داره، ایران قابلیت اینو داره که برگرده به وسط صحنه و نقش تاریخی خودش رو بازی بکنه. این کتاب، البته من نگاه نکردم که این واقعا امیر کبیر چاپ کرده، بله بله، این چاپ دوم امیر، کتاب فروغ فرخزاده که انتشارات امیر کبیر چاپ کرده و اون زمان البته عکس فروغ فرخزاد و خب
به این چسبوندم و این مقدمه رو هم آقای شفا نوشته. آقای شفا یک بررسی بسیار خوبی در این مقدمه برای وضعیت زن و بانوان در شعر و در ادبیات آورده و گله کرده از تمام ادیبانی که در ایران هستند و که روشن فکر به اندازه نیستند ولی تحصیل کرده هستند، از اونا گله می‌کرد و میگفتش که کاش که اینا نمی بودن که ما در یک زمین بهتری جوانامون میتونستن رشد کنن و کسی اینا رو هنوز جوانی نزدن قطع نمی‌کردن. نشته یقین دارم اگر گرفتاری‌های زندگی بگذارد در محیط پرتشویش و آشفته ما، روح پرحرارت این شاعره تازه نفس را که صاحب قریحه و استعداد خداداد فراوانی است در هم نشکند، آینده خانم فرخزاد را یکی از شخصیت‌های جالب ادب امروز ما خواهد شمرد. منتها امیدوارم که این پیشرفت برای او خیلی گران نشود، زیرا عادتاً هنرمندان موفقیت خود را در عالم هنر به قیمت خوشبختی خیش خریداری می‌کنند. Je ne pourrais vous parler très longuement de tout ce que Sajjadine Shafa a fait pour l'iranologie et ça toujours il l'a fait avec une immense discrétion, avec cette hauteur de vue qui le caractérisait, et je crois que nous lui devons énormément, et dans les années qui viennent on se rendra compte à quel point il a été un des fondateurs de la science moderne en Iran dans le domaine de l'iranologie et de la culture en général. این مبارز دلیر و خستگی ناپذیر رو محترم بداریم و دوستش بداریم. او رو نه چنان گمان کنیم که از بین رفته، از در بین ما نیست، زیرا که آثار او در میان ماست، در کنار ماست و در جلوی چشم و دیدگان ماست. مقام او رو در ادبیات عصر مقاومت و بیداری ایرانیان غنیمت بشمار. فرهنگ که ما دنبالش هستیم و من ازش دارم دفاع میکنم، فرهنگی است که رو پای آدمای بالغ تکیه داره، رو پایه ملت رشیدی که 3000 سال عده ای از رشیدترین آدم های دنیا رو، رشید به معنی پخته، فهمیده، بالغ، از متفکرین دنیا رو، از اندیشمندان دنیا رو به دنیا عرضه داشته و همین دنیای، همین جامعه اسلامی رو همین فرهنگ ایرانی سیراب کرده و الان هم غرب خودش رو مدیون این میدونه و اعتراف میکنه تا حد زیادی. فرهنگی که الان دستگاه حاکمه ما دنبالش میره فرهنگ صغیره، فرهنگ صغیر پروریه. یکی از نویسنده های شوخ ما اینو فرهنگ دام پروری اسمش گذاشته بود. این تجدید وحدت جغرافیای ایران که کار صفویه بود و بزرگترین کارشون هم بود و ما براش با کمال احترام رو داریم، این فقط نیمه روشن ماهه و این نیمه تاریکی هم داشته که ما هیچ وقت فکرش نکردیم و اون اینه که وقتی اینا در این بنای این کاخ وحدت ایران ساختن، یه موریانه هم توش جا دادن که اینا رفتن نمونه موند و موریانه کار خودشو در طول زمان انجام داد، برای اینکه در آخر کار این بنا رو یک جا بریزونه از هم دیگه. و حالا صفویه رفت و بناش هم رفت، خوشبختانه وحدت ما موند ولی موریانه هم موند. این نکته را در کتابی معطر و دلنشین و غم‌انگیز که خواندنش به من سستی دلپذیر بخشید خواندم و حالا دیگر می دانم که واقعا باغ دلگشایی وجود دارد که می توان آن را به چشم دید. باقی است که از پای کوهستانی که نام سعدی دارد به سوی شیراز گسترده است. ای روح من، آیا ممکن است تن من نیز با تو همراه شود و به سوی این بهشت پرواز کند؟
ولی اگر شجاعالدین شفا در میان ما نیست، پیامش همیشه گویا هست و مطمئنم که نوشته‌اش همیشه او را زنده نگه می‌دارد.